احمد صمدی. احمد، جزئیات بیشتر از فروش تسلیحات نظامی آلمان رو به عربستان سعودی از خودت بشنویم. از پاییز سال 2018 که در واقع جنگ در واقع بین عربستان و حوثی‌ها وجود داشت در یمن، دولت آلمان فروش تسلیحات جنگی به عربستان رو ممنوع کرد و این بر اساس قانون اساسی آلمان هست که فروش سلاح به کشورهای درگیر جنگ رو ممنوع می‌کنه. اما خب در روزهای گذشته، در واقع پریروز که خانم بیربوک مجدداً به اسرائیل سفر کرده بود، در اونجا اعلام کرد که این کشور فروش هواپیماهای یوروفایتر که از نسل 4.5 جنگنده های پیشرفته هستش و در واقع متعلق به یک کنسرسیوم از 4 کشور آلمان، اسپانیا، بریتانیا و ایتالیا هستش، در واقع اینو به عربستان سعودی میدن، برای که پیش از این بریتانیا با فروش این جنگنده ها موافقت کرده بود، اما خب آلمان حق وتو داشت و میتونست که جلوی این رو بگیره. اما خب در روزهای پایانی سال 2023 شورای امنیت فدرال آلمان تصمیم میگیره که این جنگنده ها رو در اختیار دولت عربستان سعودی قرار بده و علت این که این تصمیم رو میگیرن این هستش که در واقع عربستان سعودی با رهگیری موشک‌ها و همچنین پهپادهایی که از سمت حوثی‌ها به سمت اسرائیل داره پرتاب میشه، در واقع کمک میکنه به امنیت اسرائیل و این تصمیم رو بر اساس این اتخاذ کردن. تصمیم دیگه‌ای که در واقع در این شورا گرفته شده این هستش که موشک‌های هوا به هوا که هدایت شونده هستن و در واقع اینها هم روی همین هواپیماهای یوروفایتر سوار میشن، هم در واقع در اختیار عربستان سعودی قرار بگیره. تعداد 150 فروند از این موشک‌هایی که شرکت دیل دیفنس میسازه اون را رو بهش مجوز دادن که به عربستان سعودی تحویل بده و خب از طرف دیگه هم میدونیم که 48 فروند هم قرار هست که یوروفایتر در اختیار عربستان سعودی قرار داده بشه، که پیش از این هم میدونیم 72 فروند از این هواپیماها در اختیار داره. به غیر از اینها قرار هستش که در واقع شرکت تایسن کروپ یک زیردریایی به اسرائیل بده، این هم جزء مصوبات هستش. همچنین دوش پرتاب های RGW-90 به گرجستان داده میشه که ضد تانک است و همچنین 3 کشتی مینروب که این هم در اختیار پاکستان قرار خواهد گرفت. متشکرم از توضیحات احمد صمدی، همکارم از برلین.